بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم یه کار خیلی هیجان انگیز و خیلی ترسناک بکنم که البته نمیتونم بگم تا حالا نکردم، به خاطر اینکه فکر کنم هممون حداقل یکی دو بار تو زندگی دیگه حداقل چتریامون خودمون کوتاه کردیم، حالا یا گند زدیم، بعضیامون نمیدونم کیا، ولی یا نزدیم، به هر حال این کارو کردیم. ولی اینی که بخوای کل موهاتو، اونم این مو رو، موی به این بلندی که این همه مدت من صبر کردم که انقدر بشه، خودت بخوای کوتاه کنی ریسک بزرگیه، اونم در صورتی که هیچی بلد نیستی و اصلا نمیدونی در واقع که مثلا چجوری باید مون کوتاه کرد و فلان این حرفا. ولی گفتم که نداره، حالا ریسک دیگه، فوقش خراب میشه، مو دیگه در میاد. ولی یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که ما پس فردا داریم میریم مسافرت و داریم میریم عروسی، بعدش هم داریم میریم مسافرت و کلن اگه ما این وقت خراب شه یه جورایی دیگه بدبخت میگه، حالا بعد برم اونجا احتمالا اینکه پیدا کنم که درست شه، یعنی درستش کنه. ولی من تمام موهامو صاف کردم، به خاطر اینکه آخرین باری که من موهامو کوتاه کردم که حدود یک سال و نیم پیشادم بیشتر بود، با موی خشک موامو کوتاه کردم اگر اشتباه نکنم، قبلش هم با موهای خشک و اینا میکردم موی صاف و فکر میکنم اینجوری حداقل خوبیش اینه واسه منی هم که مثلا هیچی بلد نیستم، آدم میبینه داره چه اتفاق میفته، موی خیس خیلی ریسکیه. خلاصه من یه دونه قیچی دارم، مواد لازم و یه دونه شونه و امیدوارم که بتونم خودم کم کم پشیمون میشم بکنم. دختر اگه خراب شه چی؟ خب من الان یه عکس اینجا براتون میذارم، البته همینجا هم میتونید ببینید که موام در چه وضعیتی. پایین موام دیگه قشنگ چی میگم کوتاه کردن میخواد. حالا اگه تو دوربین خوب نیفتاد براتون عکسشو میذارم الان گرفتم که ببینیم قبل چه جوریه و حالا دیگه ببینیم بعدش چه جوری میشه. دیگه پایین موام سیخ سیخی شده، اونا بد داره و موام هم خودش یه لایر همچین ملوی داشت، میخوام همونقدر لایرشو نگه دارم و جلوی موام رو میخوام قشنگ چتریام مثلا حالا حداقل اینقدر کوتاه کنم. خب ببین، من فکر میکنم که به خاطر اینکه من نمیتونم پشتمو ببینم که مثلا پایینشو اول صاف کنم بعد بقیه رو از رو اون بزنم، از همون اول شروع کنم لیرها رو اینطور اینطوری چیدن، بعد حالا پایینش اگه صاف نبود فوقش حالا علی که اومد میدم پایینش رو صاف کنه یا حالا نمیدونم. ولی از کجا باید شروع کنیم؟ بگو مجبوری مگه کلیپس هم میخواد ها بگیرم از این چیز هم میشوارم. من این چیکار میکنم؟ بذار اول یکم از موامو اینطوری به این شکل یه سری قسمت قسمت میکردن آرایشگرهایی، ولی من اونم چجوری بود؟ من هم گفتم خب موامو صاف کنم، دقیقا همون جوری دارم موامو باز سکشن سکشن میکنم. اینو اینطوری. خب یه چیز دیگه، اگر آرایشگر هستید، یعنی آرایشگر مو، اگر بلدید چطوری مو کوتاه کنید و دارین الان از این حرکات من هرس میخورید، من به شما پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه کامنت بذارید برین یه گل زبون دم کنید، به خاطر اینکه من که ناراحت موام نیستم، شما ناراحت نباشید، هیچ اتفاقی نمیفته. موه مو فوقش خراب میشه، میریم کوتاه میکنیم دوباره در میاد. خب اینو من اینطوری، آقا من اینو زاویهش رو اینوری باید باشه که مثلا اینطوری لیش البته این زیر موه شما رو دلداری میدم، انگار که ولی در واقع دارم خودم رو دلداری میدم، چون خودم احساس میکنم یه ذره دارم میترسم. ولی اوکی چیز نیست، اینو من اینطوری با یه زاویه نمیدونم چند درجه
میارم و کل این قسمت هایی که حس میکنم مثلا سیخ سیخی شده و خرابه رو میچینم. داره میگیره؟ داره میگیره. قیچیش هم خدا بخواد سر ماست هم نمیبرده. من میتونیم فکر کنم از این قیچی هایی که مخصوصه، البته از جای مخصوص چیزا خریدم ها، ولی چرا بس کجه این بری کجه چرا بسار نه من نباید اون کارو میکرم، من نباید میبردم اینه جلو، من باید میبردم عقب. میدونی یعنی چی؟ یعنی من اینو ما باید بیارمش اینطوری ببرم. آینه من اینو بره بدبختی اینطوری عقب. می‌بینی الان دیگه زاویه‌اش اونی نیست که من این موقع زدم و اینو اینطوری کوتاه کنم، یه ذره سرش رو بزنم. الان منطقی تره، می‌بینی زیرش بلنده روش کوتاه، به این جای میرسیم. خب حالا چجوری اینا قاطی نشه اینو میارم جلو، اینو همون کار رو میکنم. چقدر زدم از این یکی، باید دقت کنم که اینا همقدر این بر اون بر یکی همقدر زدم نه بکنم. خب این اینطوریه، یعنی من باید این اینوری بزنم. که چیز بشه خط قیچی نم چون که من خیلی حرفه‌ایم. خب الان این دوتا رو یا اول فصل. خب شروع شد، یه ذره از این یه ذره از اون تا مرز کچلیت. خب این یکی کوتاه‌تره، میگم نکنم ویل کنم، میگن جلوی ذره رو از هر جا بگیری منفعت. میترسم من همینجوری یه ذره از این بعد تازه این الان اینجاست، این بالاهاش که بدترم هست، شدم بهتره. خب بذار فعلا اینو من اندازه اون یکی کنم. وای هنوز بلندتره، چقدر مگه من اینو زدم این خرو. خدایا خداوندا، حالا فعلا خوبه، فعلا دیگه زیادی یهو میزنم اون یکی کوتاه‌تر میکنم. حالا خیلی واقعی بار کن، بذار حالا اینا رو من این هم کنم، هرچقدر اونو زدم اینم بزنم. درست نیست، چرا اینوری باید اینوری بشه؟ یه آینه بذار بیارم. وای خدا این چیه؟ نفسم من نمیدونم با منطق خودم من دارم درست پیش میره از نظر اینکه زاویهشو درست بزنم، نمیدونم چرا کج و کوله است. خب این الان درسته، الان اون یکی هم اینه این کنم. بای خیلی زدم، مشکل این سیخ سیخیه بود فکر کنم. الان اینو بزنم
ها؟ چرا نمیشه؟ جدی داره اصلا خورد میشه. خب من که دارم اینا رو اینه هم میزنم، برای چی اینا اینه هم در نمیاد؟ من حرارتم رفته بالا از استرس. آخه موام در میره از تو دستم. بمون. خب اون یکی اون برش که خوبه، من اینا رو یه ذره دیگه برم، یعنی اون پایینش خوب. آها ببین الان داره یه اتفاقه میافته، فقط این بر کوتاه‌تره، این بر بلندتره. بچه من الان میبینی این برم یه ذره دیگه کوتاه کنم، این بر کوتاه‌تر شد. ها یه ذره دلش کن، بذار اینو دیگه حالا توی یکم بریم جلوتر شاید بلند شده. بذار الان ببینم این چه جوری شد. ببینین اول اونقدر بد نیست الان، میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا به یه جایی حس میکنم رسید. الان من یه سکشن دیگه میارم پایین و حالا اینا رو بعد مثل اونا الان اونجوری که یادمه آرایشگران عزیز، این مو رو با یه ذره از مو قبلی که کوتاه‌تره برمیدارن و سعی میکنن که رو همون نقشه برن جلو. اینو مثل اونو بچینم. خب یه نفر اینجا دستش رو افتاده، همینجوری تند و تند کوتاه میکنه. بعد میدونی یه موقع هست که مثلا آدم برمیداره موهاشو چیز میکنه، مثلا یه ذره میخوای مرتب کنی، حالا مثلا یه نوکشه فلان شده؟ اون فرق داره با این که چرا دوباره این بدی شد؟ بذاری خودشی نکنم روی خود مو وقتی که باز میکنم اون بر پشتم میریزم ببینم. یه موقع هست که تو فقط میخوای مثلا نوک مو تو همین روهاشو مثلا بکنی و اینا، خب فرق داره. ولی اینی که مثلا مال من الان دارم کل موها رو کوتاه میکنم، میذاری هست که این کون نقشش که به مثلا اون یکی ها بود مو کوتاه های نیست اصلا، از انقدر جلو نداشتم. یعنی این دوتا رو اینجوری میاریم. خب این برکتا شد. این که الان دو طبقه است بشنگ، این طبقه اولی آخه چرا ریدی؟ اشکالی نداره، خنده عصبی میکنیم دوستان عزیز و میبریم جلو کارو، اصلا مهم نیست. من میدونی از روهاش الان میترسم، تایی به چی بهتر میبوره. خب نه این که افتضاحه، به خاطر اینکه اصلا تیکه تیکه است. باز این ور یه جای امید بهش هست، ولی این ور خیلی بده. نکنه من بیادم جلو اینطوری بزنم ها؟ به نظر اینطوری هم میشه. خب نه البته اونجوری جلوش کوتاه‌تر میشه. حالا فعلا دیگه هرچی. نه این خیلی بده، این طرف کلن افتضاحه. به جاش همه یه چیزا میره دیگه، همه خرابی های موام دیگه میرسه الان به ریشه کم کم
و موام سالم میشه. بذار یه بار دیگه ببینم پشتم چه خبره. ای ببین خیلی هم بد نیست، فقط اینجاشو خیلی زدم اینو. میبینی؟ بذارم اینجوری برم جلو. سلام ماما چطوری؟ قربونت برم. تو چطوری؟ ببین ماما میتونی زنگ بزنی به بتسی بگی اورژانسی موهای منو کوتاه کنه؟ من دارم الان میرم اینجا. وقتی رنگو میذاره تو سر من میتونه کوتاه کنه. بذار الان بهش بگو ببین چی میگه. اوکی باشه خدافظ. باشه. خدایا خدایا کنم دو برابر با هم حساب کنه با این گندی که زدم. وای خدایا من تو رو دوست داشتم، آره تو ریدیم، چرا ندیدی؟ آخه چرا ریدی؟ شماره یه چیزه رو برام فرسته. بیا بذار بپرسم. گفت سب کن. وای این برم خیلی خوب شد. این برم و تیکه تیکه، یعنی یه تیکه یه ها کتاب قشن پله پله شده. اگه وقت نده چی؟ اگه دست خودشه با وقت بده. من چی کار کنم با این موام؟ اه تو انگشتم هم وای نمیسی که من میتونم اینجا صاف بزنم. احمق ولی طلاقم نده. آخه چرا ریدی؟ مهریم رو میذارم اجرا اگه بخواد طلاقم بده. باید مهریه سنگینم رو اول پرداخت کنم. خب این دوست عزیز رو مثلا این طرف خیلی مؤدب تره، قشنگ این آدم تو شونه وای میسته، اذیت نمی کنه، اون بر هی لیز میخوره، هی کوتاه بلند در میاد. وای خدای ما خداوند. الو صادق، این هنوز جواب نداده. ولی من میگم تو بیا اونجا، تو عمل انجام شده قرارش بدیم. چی؟ میگم تو عمل انجام شده قرارش بدیم. حالا یا اون یا این که اصلا من وقت خودم رو میدم به تو. هی راست میگی میدی؟ اوکی میدی میگم؟ آفکورس که میدم، آفکورس که میدم. باش فقط تو بذار من بهت باید بگم چجوری چیز کنی. آدرس رو داری ولی میرسی. بذار من بشینم تو ماشین، وقتی دارم رانندگی میکنم بهت میگم چجوری چیز کنی. چیه چجوری چیز کنم؟ مگه چیه؟ ببین آخه از توی پارکینگشون که بخوای بیای خیلی راحت تره. این آدرسی که داری بغلش یه دونه خیابون خیلی باریکه. حالا به زنگ میزنم برسم اونجا. آره دیگه بیا بیا اونجا، فوقش اینه که من وقت خودم بهت میدم. باشه باشه خدا. درسته خیلی کوتاه شد، من اصلا نمیخواستم اینقدر کوتاه کنم، خواهش میکنم. ولی باز به نظرم از اون چیزی که اون موقع بود بهتر شد. ولی خب من خیلی الان مو اینجا ریختم دیگه، من موها رو جمع کنم سریع. بیا شما بیا با هم دیگه بریم پیش بتسی که این مو رو نجاتش بدم.
ولی باورتون میشه منو چقدر اینم هم چرو که دیگه همونجا هرچی بود فقط انداختم تنم دارم میرم سری که دیر نشه. ولی باورتون میشه که مثلا یک بشر چقدر بد خوش شانس باشه که عد همون موقع که من به مامانم زنگ بزنم بگه من با آرایشگر وقت دارم؟ اصلا باورم نمیشه. اگه مثلا نمیشد من بعد چه غلطی میکردم واقعا با این البته میگم میتونستم درستش کنم خودم مثلا اینا، ولی خب حالا به هر حال دست آرایشگرم بهش بخوره یه دستی بکشه خورس ها خود توبش کنه بعد نیست. ولی یه چیزی رو بهتون بگم، اگر که ما پس فردا مسافر نبودیم و عروسی دعوت نداشتیم و فلان و اینا، من اینو خودم هر جوری شده بود تمامش میکردم و حتی اگه حالا یه ذرم مثلا ناصافی داشت هنوز یا حالا مثلا پرفکت نبود برام مهم نبود، چون میخواستم ثابت کنم که من میتونم خودم موامو کوتاه کنم، چون اصلا برنامه هم همین بود. ولی وقتی دیدم داره اینجوری پیش میره هی این برش کوتاهی، گفتم دیگه من احتمالا تیفوسی میشه اگه یکم دیگه این چیز کنم ادامه بدم و اینا، اگه بخوام مثلا واقعا صاف صاف بشه. برای همین گفتم ولش کن این دفعه رو، میذارم که آرایشگر تمامش کنه، ولی اگه یه بار دیگه مثلا بکنم این کارو برو برو دیگه نمیرم آرایشگر. مامان یه دفعه دیگه بگو چی گفتی؟ خودت کوتاه کردی؟ کلمه بعدش هم بگو. نه بگو. سوالی ببین، یعنی ببین مامانم تصادف کرده پریروز، داغون کردن ماشینشو، معلومه؟ این رو اگه میبینی رفته تو گردنش هم درد گرفته. آره بگو بهشون. آقا ببین ببین خدا بهت ببین، یعنی باورم نمیشد زنگ زدم گفتم الان وقت دارم، گفتم یک بشر چقدر میتونه خوش شانس باشه، چون داشتم و کجا هی این بر رو میزدم اون بر کوتاه‌تر بود. بکشو خودم کوتاه کن چقدر اینجا محبوب. حتی ما داریم از در پشتی میریم. سوالی که پیش میاد اینه که من چرا اینقدر بودو بودو با عجله اومدم؟ مامانم مجبور نشد وقت خودش مجبور نشد که وقت خودش رو بده به من، الان داره موهاشو رنگ میکنه، بعد اون تایمی که رنگ سرش میمونه موی من رو درست میکنه. این هست این هست این Don't mess with your hair. Yeah. Your beautiful hair. Oh, no, this is God. It just fun. Keeps the cake from like getting in the way of my. Oh, I thought it's like a you turn what's it called? Cutting knife. Yeah. Yeah. No. It just sometimes the back of the cake gets in the way. Oh, look at this. There's just going to be like one section where there's a hole that it's okay. Can't really fit. Well, I might be able to blend that way. Are you traumatized with the length? No, it's okay. Stand next to your mom. I did it. Looks so long.
Yeah, it's gonna grow. Well, now you can't sit on your hair anymore. Yeah, I know. It's not gonna get in the toilet. Right? Hey, خب آقا اینم از موهای من که سیل شد خدا رو شکر. ولی خب رفت دیگه. به هر حال خودم کردم که لعنت بر بچی باد. نه. خودم کردم که لعنت بر خودم باد ولی موام چیز شد، تازه شد و حس میکنم تمام خرابیاش رفت و اشکال نداره دیگه. حالا بعدن که یه خورده حالت بدم و اینا خوشگل تر میشه. آقا مرسی که نگاه کردین، مرسی از ایشون که منو آورد و مرسی بچی. خب الان میدونی وقته چیه؟ وقتی اینه که بریم عکس‌العمل علی رو ببینیم، چون موقعی که من داشتم میمدم از خونه بیرون نمیدونم حالا موام چه شکلی بود دورم، ولی علی از توی دوربینا که دیده بود به من زنگ زد گفتش که موهاتو مصری زدی. بعد علی هم موی بلند دوست داره. گفتم نه بابا، گفتم تو دوربین یه جوری افتاده بود فکر کردم مصری زدی. حالا خلاص الان بریم ببینیم چی میگه. علی بیرون بود از اون اومد، منم تو این فاصله موامو یه ذره حالت دادم خود از اون حالت یه چیزی در بیاد. ببینم ببینم و خوب شد. ببینم 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 خیلی قشنگی که لیر کرده برات. سو بیوتیفول. نه ولی کوتاه شد. خواهد نداره حالا دیگه خیلی هم بلند شد بعد اون سرش مخوره میگیره. خیلی قشنگی داری نه بود. خیلی زیباست واقعا. خیلی. ولی یه جاهایشو دیگه این برای نتونست درست. ولی چرا کات کرده اینجوریه؟ از این دیگه بهترین کاری که میتونست. بعضیش 3 متره بعضیش 6 متره. نه این برای که خوبه. این برای یه چند جاش سوراخینا بود که گفت دیگه اونا رو من اگه بخوام یه دست کنم باید مثلا موهاتو به اینجا بزنم. من چطور تو دوربین دیدم پاچو مصریزه. ما اول ما هم آشنا شدیم صدف موهاش کوتاه بود تا اینجا. بعد که فکر دیدم چی شد؟ زده مثلا اینجوری زده جنو میخواستم مثلا به تلفن اینستاگرام و فیدو. نه ولی خوبه الان خیلی خوش شده به خیلی اینه. مرسی مبارک عزیزم. آقا من همینجا از شما خدافظی میکنم. مرسی که نگاه کردین و من میرم برای شما رو توی یک ویدیوی دیگه میبینم. تا گند بعدی خدا نگهدار.